یکی از موضوعات خیلی مهمی که میتونه به جذابیت یک امضا کمک کنه ایجاد ظرافت و ضخامت با خودکاره. البته موضوع بسیار بسیار سخت و زمانبریه، ولی با تمرین و تلاش مداوم میتونید به این مهم دست پیدا کنید. توی این پست میخوام شما رو با نحوه ایجاد ظرافت و ضخامت آشنا کنم، تمریناتی که انجام باید بدید تا بتونید یواش یواش این ظرافت و ضخامت ها رو ایجاد کنید. به کانال خودتون هم خوش اومدید. من لطف‌علی خانی کلن میخوام کمکتون کنم که امضاتون رو از اونی که هست بهتر کنید، بتونید یه امضای فوق‌العاده زیبا برای خودتون داشته باشید و هر جا میزنید احساس خوبی به خودتون و دیگران تقدیم کنید. با من همراه بشید. همونجور که در این امضا میبینید، ببینید تمام خطوط یکسانه. توی این امضا دقت کنید، کاملا مشخصه که با ظرافت نوشته شده و ضخامت داره که به جذابیت امضا بی نهایت اضافه میکنه. این نکته هایی که بهتون میگم در ادامه رو با دقت گوش کنید که بتونید این مراحل رو کامل یاد بگیرید. خیلی نکته های مهمی داریم وسط. اولا این که مدت زمان رسیدن به این موضوع که شما تسلط پیدا کنید واقعا زمان میبره، چون باید یه سری تمرینات مداوم انجام بدید، دستتون عادت کنه، به صورت اتوماتیک دیگه ظرافت و ضخامت رو دستتون شکل بگیره. فکر نکنید مثلا دو روز سه روز تمرین کردن، یه هفته تمرین کردن بهش برسید، اینجوری نیست. واقعا باید عادت کنید به این موضوع. نکته دیگه این که قرار نیستش که مثلا شما بیاید با هر ابعاد و اندازه‌ای، مثلا الان من امضا رو بخوام سه برابر اینم بزنم، ضخامت بتونید ایجاد کنی، سخت میشه. شما با توجه به اون قطر ساچمه خودکاری که دارید کار میکنید، یه سری اندازه ها رو برای خودتون لحاظ کنید که خیلی بزرگتر یا کوچیکتر نشه. نکته بعد بحث خودکاره. ببینید من خودکاری که الان اینجا دارم به شما توضیح میدم، خودکار بیک 1.6ه. هر لوازم تحریری برید دیگه باید اینو پیدا کنید. جنس خوبش هم هستش که ایرانی نیست و اونم احتمالاً به سختی گیر بیاد. و نکته بعدی راجع به خود کاغذه. حالا ما که کاغذ قرار نیست کاغذ خاصی باشه میخوام تمرین کنیم، ولی خب برای شروع تمریناتون سعی نکنید کاغذهای خیلی ضخیم استفاده کنید. هر چقدر نازک‌تر باشه به شما کمک می‌کنه در جهت یادگیری و درک بهتر. برای زیردستی هم خیلی مهمه. من یه زیردستی که خب دارم استفاده میکنم، سعی کنید از زیردستی هایی که میتونه ضخامت ایجاد کنه با فشار خودکار رو تهیه کنید و مثلا روی شیشه یا روی میز معمولی نمیتونید ضخامت خوب ایجاد کنید، نمیشه. یه چیزی که بدونید که اون ضخامت ایجاد میشه که خیلی باعث نشه که یه ذره فشار وارد میکنید به کاغذ، جای سوراخش بمونه روی کاغذ و خب اون ضخامت دیگه ایجاد نشه. خب بریم من این آموزش‌ها رو بهتون بگم. موقعی که ما می‌خوایم تمرینی انجام بدیم، در وهله اول باید بدونیم که ما با هر خودکاری باید توی بحث امضا زدن، میگم تو بحث خودکار سه تا اندازه میشه، ولی تو بحث امضا همون یه دونه کفایت می‌کنه. ما باید بتونیم با خودکار یه اندازه کم، یعنی با ظرافت بیشتر، و یه دونه با ضخامت، یعنی میبینید ضخیم تره. این چجوری ایجاد میشه؟ حالتی که ایجاد میشه در دو مرحله است. یکی تغییر زاویه خودکار. ببینید وقتی زاویه رو من میخوابونم، یعنی زاویه کمتری هست، میتونم نازکتر ایجاد کنم با یه مقدار فشار کمتر. ولی وقتی میخوام ضخامت ایجاد کنم، یه ذره زاویه تغییر میکنه، به سمت عمود شدن نزدیک میشه، یه مقدارم فشارم هم بیشتر میشه رو کاغذ. پس ما یه دونه 1/3، یه دونه هم 3/3، یه 2/3 هم هستش که ما به اون 2/3 خیلی کار نداریم. به مرور زمان عادت میکنید و میتونید 2/3 رو هم ایجاد کنید. تمرینی که باید اینو اگه درک پیدا کردید نسبت بهش 1/3 و 3/3 ایجاد کردید با هر خودکاری، تمریناتی که باید روزمره انجام بدید به این صورته. اول همون 1/3 رو هی تمرین کنید تا کامل دستتون را بیفته با این موضوع. بعد 3/3 ایجاد کنید. میبینید؟
به مرور زمان اینا رو که دیگه مسلط شدید میاید از یک سوم شروع میکنید به سمت سه سوم، این تمرین رو انجام میدید، یا برعکس از سه سوم میاید به سمت یک سوم. این تمرین ها رو اگر پشت سر هم هر روز تکرار کنید دیگه یواش یواش دستتون شکل میگیره، برای اینکه با خودکار دیگه هر بار که دارید کاری انجام میدید امضای میزنید اون ضخامت و ظرافت رو سعی کنید پیاده کنید. کل ماجرا همین نکاتی بود که به شما گفتم، فیلمو چند بار ببینید درک درستی پیدا کنید و بیشتر ماجرا دیگه برمیگرده به تمرین مداوم شما. مرسی از شما، امیدوارم که استفاده کاملی ببرید، بتونید امضاهاتون رو از اونی که هست خوشگل‌ترش کنید.